سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به سری دوم از مجموعه پادکست های الیکست خوش اومدین. توی این پادکست میخوام در مورد سه تا منبعی صحبت بکنیم که نباید بخونیدشون. خیلی عجیبه، یعنی یکی از منابعی هستن، به خصوص دوتاش منابعی هستن که اتفاقا خیلی بین زبان آموزا میچرخه، خیلی میخونن، خیلی وقت میذارن روشون، ولی میتونم بگم تقریبا دارن کل تایمشون رو هدر میدن. یکی از این کتابا کتاب 504 معروف خودمونه که هر کسی که میخواد زبان رو شروع کنه و شروع میکنه به یادگیری لغت، میره خیابون انقلاب یا آنلاین این کتاب رو سفارش میده و میخره. ببینید، کتاب 504 اصلا کتابی نیست که چه به شما تو امتحان تافل کمک کنه، چه تو آزمون آیلتس کمک کنه، چه حتی توی سپیکینگتون و هدفتون که برای برقراری مکالمه هستش. یعنی لغت‌هایی تو این کتاب وجود داره که اون فریکونسی، اون تناوب تکرارشون توی مکالمه به شدت پایینه. یعنی تایم که شما داری میذاری، فلش کارتایی که زحمت میکشی آماده میکنی، لغت این کتابو حفظ میکنی که معمولا 90% اینام یادت میره، بخاطر اینکه این لغت‌ها اصلا کاربردی نیستن. پس خواهشاً تایمتو نسوزون و وقت تو اینجا اصلا هدر نده. نهایتاً 5% این لغت‌ها بخوان جاهای دیگه استفاده بشن که به کار تو میان. کتاب بعدی که میخوام بگم اصلا نخون و به هیچ وجه سمتش نرو، کتاب 1100 معروفه که بچه‌هایی که معمولا کتاب 504 رو میخونن با یک ذوق خاصی میگن آخ جون بریم کتاب 1100 رو بخونیم و اونجا دیگه دامن لغاتمون تقریبا کامل شده. مگه میشه حدود 1500-600 تا کلمه جدید تو انگلیسی یاد بگیری و سطح زبانیت بالا نره؟ متاسفانه باید بگم یکی از به درد نخورترین کتاب ها هم کتاب 1100 کلمه است. چرا؟ به خاطر اینکه این کتاب حدود 50 سال پیش اگر اشتباه نکنم سال 1970 نوشته شده و اون هم برای زبان آموزای آمریکایی نوشته شده 50-60 سال پیش که قرار بود وارد کالج بشن و با توجه به شرایط اون موقع، کاربردهایی که این لغات داشتن، یه نویسنده این کتابو نوشته. حالا اینکه بچه‌ها چرا وقتی میخوان زبانشون تقویت بشه بلند میشن میرن سراغ این کتاب و با افتخار اعلام میکنن که 1100 رو تمام کردن، من نمیدونم کی و از کجا این کتاب رو اصلا به عنوان منبع مهم آموزش زبان معرفی کرد. پس خواهشان وقتتون رو روی این نسوزونید. چرا؟ چون طبق تحقیقاتی که انجام دادم با استفاده از همین ابزارهایی که الان وجود داره و شمارش میکنن مثلا جملات نیتیو ها رو، کسایی که زبان انگلیسی صحبت میکنن، میبینن که تناوب تکرار این لغات نهایتا توی مکالمه افراد، حتی توی مقالات و روزنامه ها، بین 5-10%. خب ببینید، شما تایم زیادی دارین میذارید، 1100 کلمه جدید رو براش وقت میذارید و نهایتا 5% اونم توی مقالات و مجله ها قراره که باهاش برخورد داشته باشید. خب تایم شما کاملا میسوزه. خب اما میخوام الان کتاب لغت بخونیم، میخوام لغتمون رو، دامنه لغتمون رو زیاد کنیم. بعد چی کار بکنیم؟ یکی از بهترین کتابایی که من همیشه چه توی لایف های اینستاگرام گفتم، چه توی استوری ها گفتم، چه توی یوتیوب گفتم، کتاب اکسفورد ورد اسکیل. به این جهت که این کتاب، خب کتاب جدیدی هست، توسط انتشارات اکسفورد نوشته شده و روی لغاتی کار کردن و لغاتی رو استفاده کردن که تعداد کار فریکونسی و تناوب به اونها توی مکالمات خیلی بالاست. پس بهترین منبع جایگزین برای اینکه تایم میتونه بخواد بسوزونید پای اون دو تا کتاب اینه که از این کتاب استفاده بکنید. و نکته مهمترش هم اینه که این لغاتی که آورده توی حالا این چانک ها آورده، یعنی چانک ها اونه که با هم میان توی یه جمله و نیم جمله های آورده که باز به کار شما خیلی میاد. مشکل بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم، یعنی یه جورایی میخوام بگم که غیر اصولی زبان خوندنه، با توجه اینکه من خودم شخصا به عنوان یک مدرس زبان علاقه ویژه و تعلق خاطری نسبت به گرامر دارم، مسئله گرامر خوندن در آغاز یادگیری زبان، درسته که گرامر به شما کمک میکنه که جمله سازی میکنید، اما اینجا باید دقت بکنید که یک تفاوت خیلی مهمی بین گرامر و ساختار وجود داره. یعنی شما باید تو انگلیسی ساختار یاد بگیرید که بتونید صحبت بکنید، که حالا چه توی لایف های اینستاگرام من گذاشتم، چه حالا توی استوری ها گاهم میرم و توی دوره ها سعی کردم به این مسئله خیلی بپردازم، که حتی تدریسی که داشتیم توی دوره ها این بوده که ما حتی زبان آموزی بیسیک رو، کسی که تازه شروع کرد به زبان آموزی، با ساختار آشنا
آشناش بکنید، نه اینکه با گرامر. احتمال خیلی زیاد خودتونم تجربه این مسئله رو داشتید که وقتی اومدید زبان رو شروع کنید، کتاب گرامر که باز ممکنه کتاب گرامر یوز که خودم بارها تاکید کردم بهترین منبع گرامره، اون رو نشستید باز کردید از درس یک، خب بریم بشینیم امروز میخوایم زبان بخونیم، متوجه حالا اون گرامر شدید، رفتید تمرینش هم حل کردید و وقت گذاشتید و گفتید که اوکی مثلا این گرامر قراره که این معنی رو بده، این مفهومو داره، اما اصلا این روش کافی نیست و این روش به شما کمک نمی‌کنه که در دراز مدت بتونید مکالمه داشته باشید با توجه به این اطلاعاتی که دارید از کتاب گرامر می‌گیرید. پس چیکار کنیم؟ شما که همیشه دارید تاکید می‌کنید که یکی از بهترین منابع کتاب گرامر این یوزه و اینکه گرامر هم بخش مهمی از زبان انگلیسیه. گرامر بخش مهمی از زبان انگلیسی هست، اما اولش ساختاره. این که کتاب هم از بهترین کتاب‌های گرامره، اما به عنوان مرجع، یعنی شما دارید یک آهنگ گوش میدید، یه فیلم میبینید، یه کلمه ساختار، یه جمله، یه چیزی رو باش ارتباط گرفتید و میخواد ببینید این چیه، چرا مثلا اینجوری اومده. بر فرض مثال شما I have been doing رو دارید میبینید توی جمله، میخواد ببینید این ساختار و این گرامر کجای اسپیکینگ شما، کجای مکالمه شما قراره به درد بخوره. خب میرید کتاب گرامر یوز رو به عنوان مرجع خیلی خوب باز میکنی و اونجا چون برای قبلا یک علامه سوال بزرگ ایجاد شده که این چرا اومده از این گرامر استفاده کرده و ذهنت به اصطلاح داغ هست، میری وقتی توضیحات رو میخونی و بعد تمرینات رو حل میکنی، کامل برای جا میفته و احتماله که اون گرامر دیگه از ذهنت نره خیلی زیاده. اما اینکه شما بشینی برفرض کتاب گرامر یوز رو از ابتدا شروع کنی بیای تا آخر، نسبت به تایمی که میذاری، خروجی که برای مکالمت میگیری تقریبا میتونم بگم زیر 10%. پس یه جورایی نتیجه میگیریم که خوندن گرامر تنها نه تنها مفید نیست، بلکه یه جورایی مضر هم هست. چرا؟ چون بعد از طولانی مدت این مسئله فرسایشی میشه و باعث دلزدگی شما میشه و شما کتاب گرامر رو و خوندن زبان رو کلا پرت میکنیم و میگه اه بابا این چیه، خسته شدم، حالا به هم خورد. پس گرامر خوندن به خصوص در اوایل راه تو فقط باید زمانی برات مسئلهش مهم باشه و نیازش احساس بشه که تو بخوای ببینی که این چرا اینجوری شده و برات مهم بوده باشه، وگرنه اصلا قرار نیست که تو بری ببینی که این ساخت این گرامرها اصلا چرا استفاده میشن، چطوری تولید میشن و حکمشون چیه. برفرض مثلا میخوایم همون حال کامل رو بگیم، present perfect، کاری که در گذشته انجام شده و تا الان طول کشیده یا همین اواخر تموم شده و یا اثر و نتیجهش رو داریم میبینیم. خب اینجوری زبان خوندن واقعیتش فایده نداره و تو رو افسرده میکنه. چرا؟ دل زده میشی به خاطر اینکه میری یه سری تمرینا رو حل میکنی، بعدم فکر میکنی یاد گرفتی و حست خوبه، بعد از 24 ساعت 48 ساعت ندن یادت میره، بلکه اصلا میبینی موقعی که لازمه که انگلیسی صحبت کنی و اتفاقا گرامر رو استفاده کنی اصلا نمیتونی تولیدش بکنی و این مشکل از تو نیست، مشکل از روشیه که پیش گرفتی و فکر میکنی با خوندن کتاب گرامر قراره که صحبت بکنی. و نکته آخری که وجود داره اینه که شما به عنوان یک زبان آموز اصلا دلیلی نداره که بدونی که چرا، چطوری این ساختار رو تولید کردی، چطوری این گرامر رو تولید کردی. این کار شما نیست، یعنی شمایی که زبان رو فقط برای برقراری ارتباط، مهاجرت و حتی آزمون میخوای یاد بگیری، دلیلی نداره بدونی که چرا این ساختار رو تولید کردی و چطوری تولید کردی. اون علت اون و توضیح دادن اون کار معلمه، اون معلمه که باید یه همچین چیز رو بدونه و اگر جای نیاز باشه توضیح بده. پس خیلی وقت خودتو در مورد توضیح این گرامرها هدر نده، توضیح اینکه چرا این ساختار اینجوری شکل گرفته و چه کاربردی داره. سعی کن که ساختارها رو یاد بگیری، حتی زمانی که به سطح متوسطه و بالاتر از متوسط هم رسیدی، با یاد گرفتن ساختارها و استفاده از ساختارها میتونی که مکالمت رو بهتر بکنی. پس یه جنبندی داشته باشیم، شما بدون اینکه کتاب گرامر رو بشین صفحه اول بخونی، سعی کنید ساختار یاد بگیرید و ساختار رو توی موقعیت استفاده کنید و توی مکالمه ازش بهره ببرید. به امید دیدارتون توی پادکست‌های بعدی.